شبی آرام در کویر مرکزی ایران، جایی که آسمان صاف و بی پایان به نظر می رسد، گروهی از افسران پدافند در مرکز فرماندهی مشغول رصد داده های راداری هستند. در کنارشان سامانه ای تازه و بومی با نام فلق 370 قرار دارد، یک سامانه برده بلند که به گفته کارشناسان می تواند معادلات قدرت در منطقه را تغییر دهد. این سامانه نتیجه سالها تحقیق و توسعه در حوزه دفاع هوایی ایران است و دانستنی های فراوانی درباره آن وجود دارد که از تاریخچه ساخت گرفته تا آینده جنگ های هوایی را در بر می گیرد. پدافند برد بلند وظیفه دارد اهداف دوردست و در ارتفاع بسیار بالا را شناسایی و منهدم کند. اهدافی همچون هواپیماهای آواکس، بمب افکن‌های استراتژیک، موشک‌های کروز در مسیرهای طولانی یا حتی موشک‌های بالستیک در مرحله پایانی. بدون چنین سامانه‌ای، یک کشور در برابر حملات راهبردی بی‌دفاع خواهد بود. به همین دلیل کشورهایی چون آمریکا با پاتریوت و تاد یا روسیه با S-400 و S-500 سرمایه‌های کلانی را صرف این حوزه کردند. ایران نیز با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی خود نیازمند چنین سلاحی است. در اواخر دهه 1390 ایران موفق شد سامانه باور 373 را رونمایی کند، اما طراحان به خوبی می‌دانستند که این تازه آغاز راه است. تهدیدات نوین شامل جنگنده‌های نسل پنجم و موشک‌های هایپرسونیک نیازمند سامانه‌ای پیشرفته‌تر بودند. بنابراین پروژه محرمانه آغاز شد که بعدها فلق 370 نام گرفت. این نام از ترکیب مفهومی سحرگاه و ارتفاع 370 کیلومتری الهام گرفته است، زیرا این سامانه ادعا دارد که قادر است اهداف را حتی در مرز فضا رهگیری کند. فلق 370 یک سامانه چند بخشی است که شامل رادار آرایه فازی فعال با برد بیش از 600 کیلومتر برای کشف اهداف بزرگ، رادار اختصاصی ضد پنهانکار که با فرکانس‌های پایین کار می‌کند و قادر است جنگنده‌های رادارگریز را شناسایی کند، مرکز فرماندهی هوشمند که قادر است به طور همزمان بیش از 300 هدف را پردازش کند، موشک‌های دو مرحله سوخت جامد با برد 300 کیلومتر و سقف درگیری 30 کیلومتر برای مقابله با جنگنده‌ها، موشک‌های سه مرحله سوخت جامد با برد 400 کیلومتر و سقف درگیری 120 کیلومتر برای مقابله با موشک‌های بالستیک. یکی از دانستنی‌های جذاب فلق 370 بهره‌گیری از شبکه عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی مسیر پرواز موشک‌های دشمن است. این قابلیت باعث می‌شود پیش از آن که موشک به نقطه هدف نزدیک شود، سامانه مسیر احتمالی آن را محاسبه و موشک رهگیر را در نقطه بهینه پرتاب کند. افزون بر این، سامانه می‌تواند با دیگر واحدهای پدافندی از کوتاه برد گرفته تا میان برد تبادل داده کند و تصویر یک پارچه ای از آسمان ایجاد نماید. تصور کنید یک بمب افکن دوربرد دشمن در ارتفاع 12 کیلومتری و فاصله 350 کیلومتری وارد حریم هوایی می شود. رادار آرایه فازی سامانه آن را شناسایی کرده و مرکز فرماندهی هشدار سطح قرمز صادر می کند. در کمتر از 30 ثانیه یکی از موشک های سه مرحله‌ای پرتاب می شود. موتور مرحله اول آن را به سرعت مافوق صوت می رساند. مرحله دوم ارتفاع را افزایش می دهد و مرحله سوم با جستجوگر راداری فعال روی هدف قفل می کند. تنها چند دقیقه بعد برخورد صورت می گیرد و بمب افکن قبل از نزدیک شدن به مرز کشور منهدم می شود. طراحان فلق 370 از تجربیات عملیاتی جنگ های اخیر بهره بردند.
در جنگ‌های خاورمیانه دیده شد که دشمنان از ترکیب همزمان پهپادهای کوچک و موشک‌های کروز استفاده می‌کنند تا سامانه‌های پدافندی را اشباع کنند. بنابراین فلق 370 مجهز به الگوریتم مدیریت بحران است. اگر ده‌ها هدف به طور همزمان شلیک شود، سامانه به صورت خودکار اولویت بندی کرده و منابع را به تهدیدهای اصلی اختصاص می‌دهد. در برابر S-400 روسیه، فلق 370 از نظر برد موشک کمی کمتر است، اما مزیتش استفاده از رادارهای چند باندی است که مقاومت بیشتری در برابر جنگ الکترونیک دارد. در برابر پاتریوت آمریکا، فلق 370 برد بیشتری دارد و در برابر اهداف هایپرسونی طراحی شده است. در برابر سامانه‌های چینی HQ9، فلق 370 با وجود شباهت ظاهری از نرم افزار بومی و شبکه داخلی ایران استفاده می‌کند که امکان تحریم ناپذیری را فراهم می‌سازد. موشک اصلی فلق 370 بیش از 2 تن وزن دارد و از سامانه پیشران 3 مرحله‌ای بهره می‌برد. سرعت آن در فاز نهایی به حدود 8 ماخ می‌رسد، یعنی 8 برابر سرعت صوت. جستجوگر ترکیبی راداری و فروسرخ اجازه می‌دهد که حتی اهداف با سطح مقطع راداری بسیار پایین نیز رهگیری شوند. فیوز انفجار نزدیک به همراه سر جنگی 150 کیلوگرمی احتمال اصابت مستقیم یا انفجار در فاصله کمتر از 5 متری هدف را تضمین می کند. ایران در سالهای اخیر ساختار پدافندی چند لایه ای را طراحی کرده است. لایه اول رادارهای دوربرد هشدار سریع، لایه دوم سامانه‌های برد بلند مانند فلق 370، لایه سوم سامانه‌های میان برد چون 3 خرداد، لایه چهارم سامانه‌های کوتاه برد چون 4 سپر. در این شبکه فلق 370 نقش ستون فقرات را ایفا می‌کند و اولین نقطه برخورد با تهدیدات دوربرد است. یکی از جذاب‌ترین دانستنی‌ها درباره فلق 370 قابلیت ارتقا به رهگیری اهداف در خارج از جو است. برخی منابع غیررسمی ادعا می‌کنند که نسخه آزمایشی آن توانسته یک موشک بالستیک را در ارتفاع بیش از 90 کیلومتر منهدم کند. اگر این خبر درست باشد، ایران وارد باشگاه معدود کشورهایی می‌شود که توانایی دفاع ضد بالستیک در مرز فضا را دارند. داشتن سامانه برد بلند تنها بعد نظامی ندارد، بلکه اثر روانی و بازدارندگی آن اهمیت ویژه‌ای دارد. وقتی دشمن بداند که حتی بمب افکن‌های دوربرد یا جنگنده‌های نسل پنجمش در فاصله صدها کیلومتری در تیررس هستند، احتمال آغاز حمله کاهش می‌یابد. در واقع فلق 370 همچون چتری است که آسمان کشور را برای مهاجمان به منطقه خطرناک و پر ریسک تبدیل می کند. برخی تحلیلگران معتقدند که در آینده این سامانه می تواند به عنوان یک محصول صادراتی مطرح شود، به ویژه برای کشورهایی که به سامانه های غربی یا روسی دسترسی ندارند. نسخه صادراتی می تواند با برد کمتر عرضه شود، اما همچنان کارایی بالایی خواهد داشت. این موضوع نه تنها درآمد ارزی ایجاد می کند، بلکه شبکه‌ای از متحدان را نیز پدید می آورد. فلق 370 یک سامانه برد بلند فرضی و پیشرفته است که دانستنی‌های پیرامون آن از ترکیب فناوری‌های نوین، درس‌های میدانی و استراتژی ملی شکل گرفته است. از رادارهای چند باندی و موشک‌های 3 مرحله‌ای گرفته تا شبکه یکپارچه و هوش مصنوعی، همگی نشان می‌دهند که مسیر آینده پدافند هوایی ایران به سمت سامانه‌ای مدرن، مقاوم و قابل اعتماد حرکت می کند. این سامانه نه فقط یک ابزار جنگی، بلکه نمادی از استقلال فناورانه و توان بازدارندگی است. چتری بلند که آسمان کشور را در برابر هر تهدیدی پوشش می دهد.
خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقمند هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.